برای بحث بیشتر شهلا سعادت عضو اتاق تجارت زنان اینجا با ما هستند. سلام و شب شما بخیر. خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر. سلام، خسته نباشید به شما و بینندگان عزیز شما. شهلا سعادت هستم، رئیس شرکت جواهرات سعادت بانو. خانم سعادت، میشه که از شما پرسان بکنیم به اینکه همیشه زنای بازرگان ما شکایت دارن از اینکه بازارهای دائمی برای اینا وجود نداره، که اینا برن اون تولیداتشون ندارن اونجا همیشه به فروش برسونن و بتونن یک آید به دست بیارن، و اینا شکایت میکنن اینکه حکومت هیچ توجهی در بخش بازاریابی به اینا نکرده. شما به اینکه اتاق تجارت زنا حالا فعلا ما داریم، چه برنامه‌ای به خاطر بازاریابی شما به خاطر تولیدات زنا دارین؟ بسیار خوب. البته میتونه یک از مشکلات زنان تجارت پیشه در افغانستان همی باشه، مشکل نبود مارکت. دولت میتونه که روابط بین افغانستان و کشورهای دیگر فراهم بکنه. باز خوشبختانه با نمایشگاه فعلا دایر گردیده، نمایشگاه هایی هست که اتاق تجارت زنان زمینه‌ش فراهم کرده. اگر دولت نتونسته، برنامه پروموت هست که فعلا برگزار کننده اینمی نمایشگاه قدرت زن در افغانستان است، و این بسیار فکر میکنم که برنامه ها نمایشگاه ها موثر میباشه. یعنی مارکتی هست که تمام زنان تجارت پیشه فعلا 97 شرکتی که در نمایشگاه شرکت کردن تمامشان خانم ها هستن، تمام تولیدات از خودشان میباشه، و این خودش یک نوع مارکت است. اگر مثلا ما توقع داشتیم خود این نمایشگاه بسیار یک نمایشگاهی بیشتر مراجعین داشته باشه، بیشتر متقاضیان باشه، متاسفانه مسائل امنیتی هست. شاید دولت هم اگر مخواست مینمیست که دولت اینمی زمینه را اگر در داخل افغانستان ما نمیتونیم به خاطر مشکلات امنیتی، حداقل روابط بین افغانستان و بقیه کشورها را برای خانمای تجارت پیشه اینمی زمینه را مساعد بسازه که ما بتونیم این مارکت را حداقل جهانی بسازیم. در خود افغانستان هست، نمیتونیم بگوییم نیست، خوب است، اما مشکلات هست. خود تمام ما و شما میفهمیم مشکلات هست. دولت هم کوشش خود کرده، نمیتونیم نادیده بگیریم این مشکلات. ما هم میتونیم که درک کنیم، از دولت چنین تقاضایی نداریم. اگر همکاری بکنن خوب است که با دیگه ممالک رابطه داشته باشیم. ما نمایشگاه فعلا برگزار کردن، خود پروموت یک برنامه است که حمایت کننده عرصه اقتصاد زنان افغانستان است، این زمینه را مساعد کردن. اتاق تجارت هر روز، ما یک نمایشگاه دیگه هم داشتیم در شهرک آریا دو روز قبل، اونجا هم ما دو روز نمایشگاه بود. متاسفانه مردم به خاطر مسائل امنیتی نمیتونن شرکت کنن. ما توقع داشتیم در نمایشگاه چهار روزه‌ای که در کابل برگزار شد، بزرگترین نخست اولین یا بزرگترین نمایشگاه زن بود، قدرت زن بود، که توقع داشتیم بسیار مردم بازدید کنن. متاسفانه از توقع ما نبود، یعنی کمتر بود، اوقدر نیامده بودن. شاید اصلی ترین مهمش مسائل امنیتی است. برگزاری یک قسم نمایشگاهی که شاید بر 3 روز یا 4 روز باشه، میتونن که یک دستاورد باشه بر زنها، شاید بتونن اینا بعضی از فرآوردهای خودان به فروش برسن، اما یگانه خواست زنای بازرگان همیشه اینه می بوده که باید بازار دائمی بر از اینا ایجاد شود. آیا شما با حکومت گفتگو کردین به اینکه اینا قرار است پلان دارن که یک بازار دائمی بر زنها ایجاد بکنن تا حداقل اینا بتونن خیلی راحت تر برن فرآوردهای خود در اونجا به نمایش برن و به فروش برسونن؟ بله، البته این نمایشگاه فقط این است که ما برای یعنی 3 روز این نمایشگاه در هدف ای بود که ما یک برنامه است به نام بی تو بی است که بزنس تو بزنس است. ما میتونیم که قراردادها را بگیریم و کار ما دوامدار است. با کمپانی ها قرارداد میکنیم، خود بزنس وومن ها یا بزنسگرا میتونن که با هم دیگه قرارداد کنن. یکیش بود که بزنس تو کاستمر بود که او را ما میتونستیم که امرای مشتری ها فقط دمی 3 روز محدود شوه، اما در هدف این نیست که ما فقط 3 روز نمایشگاه است. نمایشگاه هدفی است که ما لینک کنیم خود، یعنی که دیگه تجارا که دیگه هستن، مگذارهای دیگه یا که متقاضیانی که هستن، خود تجارت پیشا ما که از اونا یک لینک باشه، که از اونا روابط بگیریم و این بزنس خود کلان کنیم. و از طریق دولت هم اقدامات شد. ما کوشش کردیم، همین امروز ما صبح از طریق اتاق تجارت رفتیم در نساجی بگرامی، اونجا رفتیم یک ساحه را اتاق تجارت 50 نفر از خانمای متشبس اونجا بردن، ما ساحه را بازدید کردیم. همین امروز قرار شد که ما سر ازی صحبت کنیم. مشکلات خود داره، کمی ساحه در کارت نو، کمی ساحهش دور است. خب بازم خوب است، یک ساحه است که ما میخواییم. هدف اتاق تجارت ممی بود که این ساحه را برای
خانم ها ایجاد کنه که ما بتونیم اونجا تولیدات انجام بدیم. باز مارکت را که پیدا میکنیم، اینمی نمایشگاه هایی که ما اشتراک میکنیم، خب من پیشترم گفتم برتان که این مارکت کفایت نمیکنه، مارکت های بین المللی خود هم داشته باشیم، اما یعنی اونقدر به نتیجه هم نیست. مثلا مادمی دو روز که اشتراک کردیم در نمایشگاه، تونستیم دو قرارداد امروی دو کمپانی بگیریم، بر ما جای افتخار است. باز هم اگر دیگه هم دولت و مؤسسات خصوصی بتونه باز هم در این زمینه کمک کنه، بسیار خوب میشه. شما آیا آمار روی دست دارین به این که چقدر از زنای ما فعلا در بخش های گوناگون در افغانستان سرمایه گذاری کردن و عملا کار میکنن؟ بله، البته ارقام دقیق در دیتابیس اتاق تجارت میباشه. من یک تن از متشبسین زنان افغانستان هستم، اما مطلع هستم که 850 خانم متشبس در بخش های مختلف، در سکتور های مختلف، مثلا در بخش خدمات، در قسمت صنایع دستی و همچنین خودم که در قسمت جواهرات هستم، در قسمت مواد غذایی، مواد خوراکه، بسیار در تمام بخش ها فعلا خوشبختانه مثل مردها هیچ گونه موانع بر ما نیست. پیشنهاد مشخص شما با حکومت بخاطر از اینکه دیگه هم زنای ما کاربارشان گسترش پیدا بکنه، اینا بتونن که بیشتر کار بکنن و از لحاظ اقتصادی بیشتر تقویت شون، پیشنهاد مشخص شما با حکومت میتونه در چی باشه؟ در کنار امنیت و در کنار بازاریابی. بسیار عالی. خب خودتان اشاره کردید، مهمترین اول امنیت است، که اگر امنیت نباشه ما هم نیستم و شما هم. خب اگر امنیت باشه، اصلا چالش امنیت شما میدونین که بله. دوامدار است، ما نمیشه که در یک سال حداقل را حل بکنیم. بله، خب خوب است اگر امنیت نیست، مارکت پیدا شوه، مارکت بین المللی، مارکت داخلی داشته باشیم. خوب است، خدا رو شکر میکنیم که حداقل مثلا اتاقی مثل اتاق تجارت زنان یا برنامه مثل پروموت که در قسمت اقتصاد زنان افغانستان کمک شده، این زمینه هایی است که ما را وصل کرده به مارکت. باز هم اگر این زمینه بیشتر توجه داشته باشن، چه دولت و چه مؤسسات، مارکت بیشتر، خودتان این نکته را اشاره کردین، تنها چیزی برای یک تجار اینمی است که مارکت خواهد داشته باشه. اگر مارکت نباشه، تجارت هم معنا نداره. تشکر از شما. سپاس ازتون دارم. تشکر.